سلام شنبه 6 آبان 91 27 اکتبر 2012 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه جایزه معتبر آندری ساخاروف از طرف تادیه اروپا امسال به جعفر پناهی فیلمساز ایرانی و نسرین ستوده وکیل مدافع و زندانی سیاسی تعلق گرفته این جایزه قبلا به بزرگانی مثل آقای ماندلا یا خانم آنسان سوچی و دیگرانی از این سنخ اعطا شده نخستین باره که به دو نفر از ایران این جایزه تعلق میگیره رضا خندان همسر نسین ستوده در اظهار نظری گفته اما بعیده که در رفتار رژیم ایران تغییری ایجاد بشه نسلین ستوده در اعتصاب غذاست برای حق ساده ای که بتواند کودکان خودش رو و خانوادهش رو ببینه و دختر خردسال او رو از ممنوع خروجی بیرون بیاره هیئت پارلمانی اروپا که امروز آزمه تهران هست اعلام کرده که خواستار دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی شده تا مراتب تبریک اتحادیه اروپا بابت این جایزه رو به اونها بگن و اعلام هم کردن که اگر اجازه ندن بلافاصله تهران رو ترک خواهند کرد آقای دادستان سیرجان اعلام کرده که چهار نفر رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان در صفحات فیسبوکیشون دستگیر کرده و اعلام کرده که از این به بعد انتشار عکس های بدون هجاب رو هم در فضای مجازی جرم میدونه البته این جور خط و نشون کشیدن ها و گاهی چند نفر رو دستگیر کردن ها از روش های حکومت های استبدادی است که بترسانند و مردم خودشون یک کارهای رو نکنند یک قانونی در مبارزات از قانون عدد میگن که وقتی که تعداد از حدی بزرگتر میشه همه ی اینجور خط نشون کشیدن ها نقشه بر آب میشه مثال خیلی خوبش در تاریخ در همین سالهای اخیر ما مسئله آنتن های ماهوار است که بارها و بارها حکومت تهدید کرده جریمه گذاشته حمله میکنه از پشتبون از دیوار از در و دیوار و پنجره اما به دلیل قانون عدد و وقتی تعداد از یک حدی بیشتر شده هرگز نتوانسته که با اون مقابله بکنه بنابراین استفاده از فضای اینترنت، فضای مجازی، سایت های شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و غیره وقتی که تعداد بالاتر از یک حدی باشه و حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه ولو امثال آقای دادستان اینطور خط و نشون بکشن ملاله زی یوسف دختر شجاع پاکستانی که به دست طالبان ترور شده بود و دنیا رو به گریه وادار کرد و واقعا نقطه عطفی شد در تاریخ مردم پاکستان و حرکتشون علیه خشک مغزهای طالبان خوشبختانه بهتر شده و توانسته حرف بزنه از گلوله‌ای که به سوی او شلیک کرده بودند و در مغزش و توانسته با پدر مادرش هم صحبت بکنه نکته دوم اینکه خبر میرسه که در ناحیه زیراب منطقه سباتکوه در استان مازندران در حدود 50 کیلومتری قائم شهر گروهی از ورزشکاران رزمی به سرپرستی کسی به نام آقای کیتا که اونجا رو برای تمرین و رو استفاده میکنن با حمله نیروی انتظامی مواجه شدن راه ها رو راه های ورودی به زیراب رو بستند و با اونها درگیر شدن خبر میرسه که تا کنون چهار کشته و سه زخمی این درگیری ها به جا گذاشته و تنش از این درگیری در این منطقه حتی به قائم شهر هم کشیده شد آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هم دیروز در نماز عید قربان اعلام کرد که عصر استبداد و دیکتاتوری به پایان رسیده و ملت ها برای برانداختن بساط بیداد و استبداد حاکم به پا خواستند در سیستان و بلوچستان کماکان جب ملتهبه دیروز در شهر سرباز دو سرباز نیروی انتظامی هم کشته شده نکته سوم اینکه سه هزار جایگاه سوخت در سطح کشور سه ماه که کارمزدشون رو دولت نپرداخته و اعلام کردند که اگر این روال ادامه پیدا کنه و دولت نپردازه کار مزد مختصری رو که جایگاه داران میگیرن نزدیک به نقطه ورشکستگی و تعطیل هستند. مجمع تشخیص مسلحت نظام هم اعلام کرده که درآمد فروش نفت در هفت ساله دولت آقای احمدی نژاد معادل درست تمام درآمد نفت از ابتدای کشفش تا قبل از دولت احمدی نژاد و البته به نرخ جاری حساب می کنند اگر به نرخ ثابت یک سال مرجعی همه درآمدها تبدیل بشه این نسبت کمتر از این خواهد شد ولی به هر سال در این هفت سال گذشته درآمد هنگفتی نفتی کشور داشته که بنوشته نوشته سایت ها الان که حساب کتاب میشه در این هفت سال 215 میلیارد دلارش حداقل گم شده الباقی هم در واقع به بسیار بد هزینه شده و کشور با این گرفتاری ها دچار شده شرکت رویال داچل هلندی هم اعلام کرده که بدهی یک و دو دهم میلیارد دلاری خودش به ایران رو با خرید غلات از یک شرکت امریکایی و ارسالش میخواد بپردازه البته برای انجام این کار رویال داتشل نیاز به هم مجوز امریکایی یا هم مجوز اتحادی اروپا و هم هلند داره سایت های حکومتی خیلی ابراز خوشحالی کردند و گفتند که به این ترتیب رویال داتشل میخواد تحریم ها رو دور بزنه که صحت نداره شرکت چینی هواوی که دومین شرکت بزرگ مخابراتی دنیا هست هم اعلام شده که تحریم های امریکا رو میخواست دور بزنه آنتن های مخابراتی رو از یک شرکت امریکایی بخره و به شرکت ایرانسل بفروشه کنگره امریکا هواوی رو به خاطر عدم ارائه شواهد لازم مبنی بر روایت تحریم ها مورد انتقاد قرار داده و مدتی است که زیر ضرب و بازرسی قرار داره نکته چهارم این که سایت آقای خامنهای مطلبی رو نوشته توش با این مضمون که از رهبری نباید تعریف زیادی کرد و او معصوم نیست ولی جالبه در همین مقاله گفته میشه که کسی حق ندارد بگوید دستور رهبری اشتباه و از اون تخطی بکنه. امسال در پیام حجش هم آقای خامنه ای کلی از سوریه دوباره تعریف کرده و گفته او سی ساله در خط مقدم مبارزه با اسرائیل ایستاده و در واقع آقای خامنه ای یک بار دیگه همراهیش و پشتیبانی خودش رو از قصاب دمشق به عنوان و اعلام کرد. یک گروهی هم اعلام وجود کرده به نام جنبش مقابله با اوریانگری در سینمای ایران که معلوم نیست کدام اوریانگری رو میگه و علیه برخی بازیگران زن اعلامیه داده از جمله خانم نیکی کریمی که به جشنواره ابوظبی رفته بوده و معلوم نیست که این یکی دیگه سر از کجا در بیاری و نکته پنجمی که روزنامه نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرده درباره ثروتاندوزی یک خیشان و نزدیکان آقای ون جیابا و نخست وزیر چین که نشون میده دو دهم میلیارد دلار حداقل نزدیکان و خانواده ی این نخست وزیر چین در این سالیان ثروت اندوزی کردن با استفاده از روابط و موقعیتشون و پرده از فسادی برداشته که رده های بالای چین رو گرفته اما جالب چینی ها به محض اینکه چون این چیزی میشه بلا فاصله تحمل نمیکنند و اعلام کردند که سایت نیویورک تایمز رو در چین فیلتر کردند و دسترسی بهش رو بستند و اما در سوریه هم آتش بسی که قرار بود از دیروز عید قربان برگزار بشه برقرار بشه به مدت چهار روز همون دیروز شکسته شد در دمشق یک انفجار اتفاق افتاد در درعا ادلب در بیرون شهر حلب و چندین نقطه دیگر سوریه ارتش سوریه حمله کرد و طرفین همدیگر رو به نقض آتش بس متهم میکنه و نکته آخر اینکه که آقای رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کردند که مردم گرانی ها رو بپذیرند چشم اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی